دور از چشم رادارهای ایران، در بامداد روز 5 اردیبهشت 59، 6 هواپیمای C-130 حامل تیم 90 نفره کماندوهای دلتا فورس از مسقط به راه می‌افتند و با عبور از دریای عمان در بیابان طبس به زمین می‌نشینند. 8 هلیکوپتر هم از ناو نیمیتز برخاسته و هواپیماها را همراهی می‌کنند. هلیکوپترها در طبس سوخت می‌گیرند و گروهان را به پایگاهی در نزدیکی گرمسار می‌برند. هواپیماها هم بعد از تخلیه تجهیزات ایران را ترک می‌کنند. تعدادی از کماندوها با یونیفرم سپاه از هلیکوپترها محافظت می‌کنند و مابقی سوار بر کامیون و وانت به گاراژ متروکی در اطراف تهران می‌روند. در تاریکی شب گروهی از کماندوها به استادیوم امجدیه روبروی سفارت آمریکا رفته، از آنجا به سفارت حمله می‌برند و گروگان‌ها را آزاد می‌کنند. همزمان گروه دوم به ساختمان وزارت امور خارجه می رود تا بروس لینگن، کاردار موقت امریکا و دو دیپلمات دیگر را فراری دهند. قرار دو گروه در ورزشگاه امجدیه است تا هلیکوپترها در آنجا همگی را سوار کنند. سرانجام با اسکورت جنگنده های آمریکایی، کار گروه نجات در ساعت 3:30 بامداد 6 اردیبهشت به پایان می رسد. این نقشه عملیات پنجه عقاب بود. عملیاتی که در واشنگتن طراحی شد و احتمالاً قرار بود تیتر یک روزنامه‌های 7 اردیبهشت باشد، اما حادثه صحرای طبس همه چیز را خراب کرد. جیمی کارتر، رئیس جمهور آمریکا و مشاور امنیت ملیش برژینسکی اصرار عجیبی بر اجرای این عملیات نظامی علیه ایران داشتند. اما در کاخ سفید عملیات نظامی مخالفان فراوانی هم داشت. یکی از این مخالفان سایروس ونس وزیر امور خارجه آمریکا بود. ونس موفق نشد کارتر را از حمله نظامی منصرف کند و سرانجام 4 روز قبل از عملیات پنجه عقاب از سمت خود استعفا داد. عملیات پنجه عقاب در صحرای طبس شکست خورد. چند روز بعد سایروس ونس در پاسخ کارتر که گفته بود کاش فقط یک هلیکوپتر دیگر تدارک می دیدم، گفت شاید هم یک مشاور امنیت ملی دیگر.